من کسی هستم که خط قرمزم واژه انتقام هست. واژه انتقام هست. واژه انتقام هست. تو این یکی دو ساله رضا به رفیقاش زنگ زده، به همه رفیقاش برگشته گفته اگر روزی اعدامم کردن نبینم سرافکنده باشید، سربلند باید باشید توی مردم. اینو بهشون بگو، بگو رضا گفته سرافکنده نباشید، سرتون رو بالا بگیرید. ما نباید گریه کنیم، ما فقط باید به فکر انتقام باشید. توقع نداشته باشید ما فراموش کنیم، توقع نداشته باشید که ما بخواییم از انتقام این و از کسی که این بچه رو کشته بگذاریم. نمیگذاریم ما. اما انشاءالله فینا که یک هلور دگلی و طوله هم هستیم. دولار شهید نسته، دولار شهید نسته، دولار شهید نسته. فقط دنبال باطن پسرم. من از هیچ چی نمی ترسم، نمی بخشید چی نفراموش می کنیم. خامنه ای پسر من کو؟ ابراهیم من کو؟ بوی خون بیاد، بوی خون بچه هم بیاد ای خدا. و دادگاه خون بهنم هستم تا زمانی که نفس دارم. من ایرانی از خون بلی شده با کسیم پیش نهیم خاک سینیم. آرزو اینه که هر چه زودتر انتقام خون بیگناه پسرم علیه دلیات آنکه مو فوقی او شهیدان اکریتو لبکی جیروانی کون پرستی و ارتجاع او با پیان بلیم لحرک شویه بن وکو سیور بفشتر تانون هل بکی جیروان دایا مکری کوروما شکر بستیلی کوما دایا مکری کوروما شکر بستیلی کوما. مادر من سواد نداشت ولی خیلی با معرفت بود. وقتی از دست دادمش با خودم عهد کردم 40 شب براش سوگواری کنم و آتش بریزم، ولی متاسفانه از همون شب اول اشکم خوش شد. یکی از دوستان این صفحه یه نقاشی کشیده برام فرستاد، دیدم رنگین کمانو برام کشیده، بی اختیار اشکم سرازیر شد. با خودم گفتم یه هدیه الهیه، اما بلا فاصله به خودم اومدم و گفتم ای خدای رنگین کمان، اگه هستی که هستی، چون کیان عزیز به تو باور داشت، پس این اشکو از من بگیر، به جاش سینمو پر از کینه کن، پر از خشم کن، به من قدرت فریاد بده، فریادی که پایه های ظلمو بلرزونم، فریادی که تخت ضحاکو واژگون کنه. یک نفر رو اعدام کردید، زینتون مال خودتون، زین خودتون، زنتون، بچه هاتون، این یک تهدید نیست، اجرایی باشید. نه میبخشید، نه فراموش میکنید. خفتتی نباسه، خفتتی نباسه، خفتتی نباسه، خفتتی نباسه.